سلام به همه دوستان عزیز. پاراشا این هفته هست پاراشا شمینی. تو این پاراشا موشه رابنو به اهرون و پسراش بعد از اینکه 7 روز یادشون داد کارهای قربانی رو چجور بکنن، پس میاد بهش روز 8 به اهرون میگه کراولا مزبخ، نزدیک شون به مذبح خدا و قربانی ها رو بکن. چرا باید گفت نزدیک شو؟ خخمه میگن اهرون خجالت میکشید وقتی که نزدیک مذبح شد. مذبح چجوریه؟ اینطوری مربع است و بالاش توی زاویه ها 4 مربع کوچیک هست. پس اهرون نگاه کرد، مینماد به چشمش مثل اون گوساله. یادش اومد بوت گوساله که طلایه رو از قوم اسرائیل از مردا برداشت، انداخت تو آتیش و این بوت در اومد، این گوساله بوت طلایی در اومد. خجالت کشید، گفت من شایسته نیست. موشه رابنو به البته که خداوند فرستادش گفت بهش نزدیک شو به مذبح، تو واسه این انتخاب شدی، خداوند انتخابت کرده، چی خجالت میکشی؟ یه وقتای آدم میخواد یه کار خوبی بکنه، یه برشی و تورا یه سیت بذاره، فیلین بذاره، یه بره کیپا بذاره، یه زن میخواد دامن بپوشه، روسری بذاره و خجالت میکشه، میگه چجوری روسری بذارم، من با شلوار دارم میرم، چجوری شم با دامن برم بدون روسریم، چجوری دعا بخونم لباس پوشیده. این حرف شیطونه، بدون واسه این انتخاب شدی، این کارت تو این دنیا. آدم میخواد براشی برو، نه ولی تفیلین نذاشتم. خب که چی؟ اگه تفیلین میتونی بذاری، هنوز غروب نشد، بذار برو شیو تو را، هر کاری که میتونی به دست بیاری برو دنبالش بکنش. چرا؟ اگه آدم نمیتونه همه کاراشو بکنه، همه مسئولیتشو بکنه، پس هیچی نکنه. این پیشنهاد یترار است. یترار بهت میگه یا همه چیز یا هیچی. چرا؟ چون که میدونه نمیتونی همه چیزو به یه وقت بکنی، پس چی مونده؟ هیچی. اینطوری از همه چیز میندازتت. ولی آدم با حکمت چی میگه؟ امروز یه چیزی روی خودم قبول میکنم، یواش یواش تا اینکه عادت کنم. اولاش همیشه سخته، هر چیزی سخته، ولی عادت میکنی راحت میشه. بعدن یه چیز دیگه، سالهای سال وردار، اوکی، هر چقدر برسم، به هر جایی برسم، بهتر از اینکه هیچ کاری نکنم. ان شاءالله خدا کمکمون بکنه که موفق بشیم. آمین و آمین.